تیم فوتبال استقلال مقابل نصف قارچی متوقف شد. تیم استقلال که در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی و در حضور بیش از 40,000 تماشاگر میزبان نصف قارچی ازبکستان بود، در پایان به تساوی بدون گل رضایت داد تا از این دیدار خانگی تنها یک امتیاز کسب نماید. در این دور که به قضاوت عبدالله محمد الهلالی از عمان برگزار شد، جدال دو تیم جذابیت چندانی نداشت و استقلال هم نتوانست از امتیاز میزبانی استفاده کند. در آن سوی میدان نصف قارچی در ضد حملات فرصت‌های خوبی ایجاد کرد، ولی در نهایت بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا طرفداران آبی پوشان برای جشن دومین برد تیم محبوب خود مجبور باشند تا 15 فروردین با دیدار مقابل الجزیره امارات صبر کنند. در دیگر دیدار همزمان این گروه، الجزیره امارات با نتیجه 3-2 بر الرایان قطر غلبه کرد. بدین ترتیب الجزیره با 6 امتیاز در صدر این گروه قرار گرفت و استقلال که در هفته اول الرایان قطر را شکست داده بود با تساوی در بازی امروز 4 امتیازی شد و در رده دوم قرار گرفت. نصف قارچی با 1 امتیاز سوم و الرایان نیز بدون امتیاز در رده 4 ایستاد. با کارو حقوردیان، بازیکن سابق تیم ملی ایران و استقلال تهران گفتگو می‌کنم که از استودیوی لس آنجلس با ما همراه است. آقای حقوردیان، به شما وقت بخیر میگم و فرارسیدن نوروز 1391 رو هم تبریک عرض میکنم. خیلی تشکر میکنم. منم سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز و عید نوروز را به تمام هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سال نو سال خوبی برای تمام هموطنان عزیز ما باشه، به خصوص ورزشکاران ما، فوتبالیستای ما. آقای حقوردیان، تیم استقلال در دیداری که خیلی ها توقع پیروزی ازش داشتن در مقابل تیم نه چندان قوی تیم به تساوی داد. چه عواملی رو در نتیجه نگرفتن قهرمان جام حذفی ایران دخیل میدونید؟ عواملی که میدونید که آقای عمادی، فوتبال همینه دیگه. کسی تیمی که حساب کرده و تو تهران هم بازی بود، تو آزادی حساب کرده وارد میدان نشه، میتونه که یا مساوی کنه یا دقایق آخر یه گلی هم بخوره و بازنده بیرون میاد. امروز استقلال با اون، باید یه هفته پیش که قهرمان جام حذفی تهران شده بود، جام حذفی ایران شده بود، باید با روحیه خوب امروز به میدان میومد. ولی باید توجه داشته باشیم که چند تا از بازیکنان خوب استقلال هم مثل آقای آنرانیک تیموریان، مصطفی جباری، کیانوش رحمتی، اینا مصدوم بودن، غایب بودن و در این بازی شرکت نداشتن. ولی یه بازی بود که باید 3 امتیاز رو میگرفتن، چون همینطور که گفتین تمام طرفدارا اومده بودن که یه عیدی از استقلال بگیرن، چون اول روز عید، اول فروردینه که بتونن ایدیشون رو بگیرن، ولی نشد. ولی امیدوارم که تو مسابقات بعدی که هست، الان دومین بازیه، سومین بازی و بازی‌های بعد رو بتونیم با پیروزی انجام بدن و بتونن بیان جز دو تیم گروه خودشون باشن. اشاره بکنم که تیم استقلال شب گذشته، یعنی در واقع امروز صبح، سفره هفت‌سین رو به همراه خانواده اعضای تیم استقلال برپا کردن و به هر حال امیدوار بودن، همونطور که شما گفتید، ایدی بگیرن تماشاگرا از تیم استقلال. آیا شما هم در گذشته در تیم تاج که بازی می‌کردید یا تیم ملی در روز اول عید بازی کرده بودید؟ اول عید یادم نیست، فکر نکنم، ولی اتفاق می‌افته، چون یه بازی‌های بین‌المللیه، یعنی تا اینا که نمیشه. ولی مثلا بازی های باشگاهی 100%، مثلا روزهای عید، این 13 روز تا 13 هم ما نداشتیم، تعطیل بود. بعضی موقع ها مثلا یه مسابقه بزرگی بود، ولی این یه مسابقه بین المللی که هست، باید دیگه کار نمیشه کرد، باید هر روزی هم باشه، هر موقعی هم باشه باید بازی کنه. اگه نگاهی به ترکیب استقلال در این بازی بندازیم، مهدی رحمتی، پژمان منتظری، میثم حسینی، حنیف عمرانزاده، علی حمودی البته از دقیقه 85، محسن یوسفی به زمین اومد، خسرو حیدری، فریدون زندی، مهدی امیرآبادی، ساموئل، آرش برهانی که از دقیقه 81، اسماعیل شریفات جاش اومد و یرکوویچ که از دقیقه 65، میلاد میداودی به زمین. استقلال بازیکنای خوب کم نداشت، اما بازم نتیجه نگرفت. ولی میدونین که آقای دو تا بازیکن خارجی دارن، آقای ساموئل و یرکوویچ، که میدونین گل برتری رو تو قطر مقابل
تیم باشگاه قطر آقای یرکوویچ در دقیقه 90 به ثمر رسوندن و ترکیب استقلال ترکیب، ولی تو فوتبال همه چی اتفاق میفته. اگر قبلا هم گفتم تیم باید با حساب کرده، چون موقعیت هایی ما داشتیم که نتونستیم استفاده کنیم و تیم ازبکستانی، باشگاه ازبکستانی هم همین چند تا موقعیتی داشتن، ولی بازی مساوی تمام شد. همون ما باید فکر بازی های بعدی باشیم. برسیم به عملکرد همین تیم استقلال به طور ویژه و کلن تیم های لیگ برتری در سال گذشته. شما عملکرد تیم ها رو در سالی که گذشت چگونه ارزیابی میکنید؟ عملکرد تیم ها، تیم های تقریبا الان یکم تیم های باشگاه های ما، باشگاهی ما در لیگ برتر یک تقریبا میشه گفت یکم بهتر شدن. تمام تیم‌های شهرستانی الان من نگاه می‌کنم می‌بینم که الان سپاهان با 28 امتیاز 28 بازی 55 امتیاز در اول، تراکتورسازی تبریز با 28 بازی 52 امتیاز دوم، استقلال درست این که دو بازی کمتر داره 26 بازی با 48 امتیاز الان رده سوم است، ولی دو بازی کمتر. اینه که الان اون زمان ما حساب میکردیم تمام به روی تاج و پرسپولیس بود اون موقع که بودن، الان استقلال و پیروزی شدن. تیمای شهرستانی الان میدونین که الان تمام چون بازی حرفه‌ای شده، تمام بازیکن‌ها الان اون مبالغ رو که میگیرن واسه خودش مهم نیست، تو استقلال، تو پیروزی، تو شهرستان هم میرن. که الان نگاه میکنیم که تیم‌ها الان سپاهان، تراکتور سازی و ذوب‌آهن الان یه تیم‌های برجسته خوبی هستن و در صدر جدول قرار گرفتن. یعنی مدعی شدن تیم‌های شهرستانی، اما خب استقلال این به قیمت ضعیف شدن استقلال و پرسپولیس نبوده. من سال بعدیم در مورد همین لیگ برتر، وضعیت ورزشگاه‌ها و با توجه به اینکه پیشنهاداتی هم برای کم شدن تعداد تیم‌های لیگ برتری در سال گذشته شد، شما نظرتون چی است؟ آیا باید تیم‌های لیگ برتری کمتر بشه و یا با همین 18 تیم ادامه بدن؟ والا استادیوم ها به عقیده من خیلی کمه. درست این که فقط ما استادیوم آزادی رو داریم، امجدیه که فکر نکنم هیچ موقع استفاده نشده، من ندیدم. تیمای بزرگ الان تو تا پرسپولیس و استقلال الان تو تمام زمین های آزادی بازی میکنن، استادیوم آزادی. و بقیده من فکر نکنم که 18 تیم الان، من بقیده من دو تیمم اضافه کنم بقیده من 20 تا باشن از 18 به 20، بقیده من بهتر است تا اینکه مثلا کمتر کنن. چون الان ما نگاه کنیم به 80 میلیون جمعیتی که از 18 تا تیم کمه. آخه قصه اینجاست آقای حقوردیان، کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC فشار میاره برای خصوصی شدن باشگاه ها واسه داشتن زیربنا و ساختار باشگاه حرفه‌ای، و همینطور که خودتون میدونید هیچ کدوم از باشگاه ایران خصوصی نیست و اون دو تا هم که خصوصی هست در واقع به نوعی مربوط به دولت هست. این هستش که زیر ساخت های فوتبال حرفه‌ای رو نداره. با توجه به این شما هنوز فکر میکنید که با توجه به فوتبال دولتی و نداشتن ورزشگاه ها، شما فکر میکنید که لیگ برتر باید تعداد تیماش بیشتر بشه؟ من فکر کنم عقیده منه، من فکر کنم باید بیشتر باشه. در مورد تیم ملی نظرتون رو میخوام بدونم، عملکرد کارلوس کیروش و کادر فنی رو در سال گذشته شما چگونه ارزیابی میکنید؟ در سال گذشته عقیده من مربی پرتغالی فکر کنم یه کار خوبی رو انجام داده و الان تونسته تیم رو بیاره توی جزء 10 تیمی که الان قرعه کشی هم شده و آدم بازی ها فکر کنم از جولای فکر کنم شروع بشه و تیم ایران الان جزء 10 تیمه و اینطور که یه هفته پیش قرعه کشی هم انجام شد، دو هفته پیش ایران، الان ما تو یه گروهی هستیم که ما باید گروهی هستیم که کره جنوبی، ایران، ازبکستان، قطر، لبنان، ما میتونیم که قشنگ اگر از اول حساب کردن مثل 2010 مسابقات مقدماتی همین 10 تیم نباشه که ما حتی سوم نشدیم آقای امادی،
که با سوم گروه بعد بازی کنیم یا بریم با نیوزیلند. الان باید حساب کرده بریم، ولی ما میدونم که گروه ما یکم مشکل است، یعنی نمیشه راحت گرفت. به عقیده من گروه دوم استرالیا، عراق، اردن، عمان، ژاپن، فکر کنم اونجا مثلا گروهش یکم راحت تر از گروه ای که ایران است. شما چطور این تیم استرالیا اینو کلمتون وقتی اونجا خب به حال الان کره جنوبی ایران باهاش بازی کرده، سابقه بازی داره، ازبکستان قبلا شکست داده، شما فکر می‌کنید که عراق و استرالیا برای ایران گروه بهتری بود؟ من فکر کنم بهتر بود، چون بازی همون عراق و اردن مثل بازی تیمای ما هستن ایرانیا، یعنی از لحاظ فوتبال از لحاظ، ولی من به عقیده من اینه که باید ایران و کره جنوبی به عقیده من از گروه اول میتونم بیان بالا و از گروه دوم استرالیا ژاپن. پس خوشبین یعنی هستی من شما؟ من این حسابه بله؟ به سود خوشبین هستم. بله بله، ولی ما باید مثل 2010 نشه آقای مادی. 2010 سوم نشدیم تو گروه خودمون. کره شمالی اومد و بالا و تیم بحرین هم که سوم شد، با سوم برد، رفت با نیوزیلند، به نیوزیلند باخت و نیوزیلند تونست بره تو مسابقات 2010 جام جهانی. در مورد آینده فوتبال ایران یا چشمانداز فوتبال ایران در سال 1991 شما نظرتون چی هست در حدود کمتر از یک دقیقه؟ من فوتبال ایران رو تو بازی های مقدماتی رو دیدم، الان که همینطور که گفتم الان باید آماده کنم فوتبال ایران برای مسابقات جام جهانی 2014 برزیل که امسال باید شروع بشه. همینطور که گفتم از اول باید شروع کنم. من آینده خوبی دارم، پیشنهاد میکنم برای تیم ملی، که الان تیم ملی ما یکم بهتر شده، الان مربی خارجی و پرتغالی که داریم. شما آینده رو روشن میبینید؟ بله روشن بله. میبینید آینده رو امسال تو سال نو که الان روز اوله، من فکر کنم که بتونن برای 2014 مسابقات جام جهانی برزیل من بله. یک فکر کنم یکی از نماینده های آسیا باشه. متشکرم از کارو حقوردیان، پیشکسوت فوتبال ایران و بازیکن سابق تیم تاج. خیلی ممنون، منم تشکر میکنم آقای مادی از شما که ما رو دعوت کرد.